اگر میخواید صحبت این منو بنویسین من خواهش من اینا رو بنویسید تقصیر شماست شما با نصرهای قبلی که مثلا فرض بفرمایید که اصلا در موقعیت ارتش رو حساب بکنن مثال به ما میگن که توی فلان عملیات عکستون کو تصویرتون بابا ما هنوز هم کسی حق نداره با دوربین تو پس ایمون بره خب من چه کار کنم این آموزش ارتش است حتما هم منافعی دارد حتما عکس حتما هست شما نگاه کنید تو بقیه جاها نیروهای مردمی برادران سپاه بسیج میرفتن هر گروه فیلم مردم هم راش بود مگه نبود خدا رحمت کنه شهید آوینی خب مگه کم انسانی بود با اون صدای خوب با اون هوش خوب با اون ذکاوت خوب ببین چقدر قشنگ میگوید اگر ما یه تو ارتش داشته باشه هنوز که هنوزه ما برای مستند سازی و اینکه از این تجربیات برای استفاده آیندگان بشود خیلی خوبه اما ما هنوز هم اعتقاد چیزی نداریم که هر حرکتی ارتش انجام میدهد باید رسانه ای بکنه بکنند اره اتفاقا اتفاق که میفته خود من بگم و خیلی در من نیست چرا مگه الان در ارتش های دنیا هر حرکتی انجام میدن رسانه ای میشود میشود؟ نمیشود می نیازی نیست بشود چون ارتش باید کارش انجام بده و دلیلی ما نداریم که هر حرکتی ما انجام میدیم بیایم مثلا بگیم مگه ما شرکت مثلا تولید یخچالیم مگر ما شرکت مثلا تولید ساختمانیم مگر ما شرکت تولید دوربینیم که هی یه چیزی تولید بگیم این شدیم بابا این توان امنیت کشور است هنوزم که هنوزه که شما میبینید این جاری و ساری نشده است به نظرم این چیزی که وجود داره که به نظرم خیلی هم بد نیست اما بالاخره اگر سیستم اینجوریه ما البته خب میدونید روابط می‌داریم، سازمان عقیدتی داریم چارچوب داره شهر وظایف داره تو کار خودش داره انجام میده و خیلی خوب انجام میده اما واقعا اگه قرارت اینجوری باشه خب باید ما هم داشته باشیم دیگه از این به بعد خیلی توسعه بدیم خیلی رسانه‌ای بشیم خیلی هر حرکتی انجام بدیم غیر از مستندسازی برای استفاده آینده ها که ما هنوز به اون نتیجه نرسیدیم فکر کنم جوان امروزی باید احساس بکنه که امنیت کشورش برقراره و بدون کی انجام داده لازم نیست که من هر روز برم بگم آقای جوان امروزی تو بدان که من ببین من سیاری چقدر کار میکنم ببین من چی ساختم ببین من چطور زیر دریا میرم بابا اینا دشمن ازش استفاده میکنه یک رزمایش انجام میشه قدرت رو میفهم به جوان امروز حالا بحث توان ما نظامی... بعد دادیم ما اومدیم تو یک محیط رقابتی قرار گرفتیم خودمون رو مقایسه میکنیم چرا مثلا تلویزیون این کارا چرا من به نظرم این اصل قضیه هستا اما اینکه میگم ما شما هستی به این دلیل که حالا اگه قراره چیزی رسانه‌ای بشه چرا نسبت به ارتش نسبت به دیگران مثل بقیه نیست همین حرف من رو من برم یه جا توی تیربون بشینم حرف بزنم خیلی آدم ها میرن تعدادی میگردن توی ای پیدا کنن که یه جاشو زیر سوال ببرن در صورتی که اینطور نیست که شما میبینید مثلا چقدر فیلم هنوز در مورد جنگ جهانی دوم میسازن برای نشان دادن توانمندی خودشون و هزار تا عیب داشتن پنهان میکنن اما موفقیت رو نشون میدن حالا این ما تونستیم کار بکنم شرایط امروز کشور ما به گونه ای شده که ارتش مظلوم شده چرا چون که دانیم همه ما که یک رشادت های زیادی در تاریخ کشور ما انجام شده که به هر حال این مرزبون باقی مونده و به هر حال نام ایران سربلنده حالا چه آسیب هایی هست و من میخوام از شما بشنویم برای اینکه یک دستاورد دیگه نظامی کشور تمجید چه بزرگ جلوه داده بشه از یک بخش نظامی کشور به اون صورتی که حالا شما توصیف کردید عملا تقبیح میشه و ضعیف نشون داده میشه این فضا در نهایت به اینجا ختم شده که امروز تو جامعه ما این خدماتی که ارتش فرزن در دوره هشت ساله جنگ داشت که از ابتدای جنگ تا انتهای جنگ که عملیات مرساد و حالا اون نقش آفرینی واقعا قرور آفرین شهید سعید شیرازی باشه مردم متوجه فکر می‌کنن وسط انگار ارتش نبوده. بله، بارها میگم. و مثلا من به عنوان من به عنوان یک حالا خبرنگار اینو بارها مثلا حالا در اقوال مختلف از شنیدم که حالا اسم حالا شما میگید نوید ما میبریم آقای رضایی در مورد شهید سعید شیرازی همیشه اینو بارها گفتن که در عملیات قادر اشتباه نکنم قبل از عملیات قادر گفتن ما تو پنج روز عملیت جنگ و جنگ جمع میکنیم سه ماه هم طول کشید آخرم شکست خوردن تصویری که از ارتش وجود داره اینه در حالی که همونطور که همون شما دور مثال زدید توی همه کشورهای دنیا نیروی نظامی همیشه غرور هم قرور ملتش حتی اگه شکستم خورده اون جنبه های غرور آفرین همه. و رشادت ها بزرگ میشه چرا امروز ارتش توی جامعه ما یک همچین فضای روانی در موردش ایجاد شده فضای ذهنی در موردش ایجاد شده که ما فکر میکنیم به عنوان یک توده جامعه دارم و میکنم فکر میکنیم که ارتش خیلی نقش خاصی نداشته یک نیروی بوده حالا قبل از انقلاب هم بوده حالا دیگه مونده دیگه ولی تاثیر به سزایی تو این رشادت هایی که باز شده کشور ما پاورجا بمونه نقشی نداشه علت اینو شما چی ولی شما که با بحث رسانه سر کار دارین بهتر تحلیل کنین شاید یکی از علتاش همین بوده که ما مثلا وارد بحث تبلیغات نشدیم شاید یه سری عواملی بودند که هنوز هم زاویه دارن با ارتش مثلا حرفایی بزنن گفتایی بزنن این کنن هنوز هم ما میبینیم هنوز هم هست علتش این بوده ببینید اگر که هر کسی به شر وظایف خودش به پردازه بنادارم دوگانگی به وجود نمیاد اینکه میان در فیلم ها در مسائل مختلف حتی متاسفانه یه سری از افرادی کارشناسان نظامی ما میان علنا میگن ارتش شاید کاری نکرده یا مثلا نشون نمیدن به حال اون سربازی که اون پایین داشته میجنگیده قطعا یه هواپیمایی بوده پوشش پدافندی بوده هوا نیروزی بوده تو چه عملیاتی میتونی ثابت کنی که ارتش توپخانش فعال نبوده خب نیست قطعا هوا فعال نبوده نیرو هوایش فعال نبوده دریا که اصلا کلا بله. ارتش بوده دیگه حالا چون ما نیرو دریا سپاهمون سال 65 شکل گرفته تازه تازه یه سازمان میخواد شکل بگیره مگه به همین راحتی که شما ظرف 6 ماه یه عالمه انسان و آموزش و تخصص و ناو و فلان بیاریم مگه اینطوریه بنابراین کجای میتونه بیه که ارتش نبوده خب این همین دیگه, دیگه. مثلا همین روایت, روایت خب هایی های که گفته میشه ولی خب شاید یه سری خب شما البته فیلم هم میسازید که مثلا میبینی یه سید یه حاجی با یه تیربار یه دستی یه لشکر رو ظرف 24 از بین میبره خب اگه اینجوری 12 شب رو 12 لشکر رقم بین که دیگه 80 تا بره چی بود خب بعضی وقتا تو فیلم های خود حالا بحثی نشان دادن رشادت تا و امسالم هست اما اگر یک پشتوانه قوی نداشته باشه نظر اینکه مردم متوجه بشن خب هر کسی که یه روزم جنگو دیده باشه میدونه که اینطور نیست خیلی از فیلم چه تعریف میکنن نه اما من با آقای کی بود کارگردانش؟ فاطمه کیاد تو دفتر خودم موقع نیرو دریایی بودم جلسه گذاشتم و گفتم آقا برادر من خیلی ممنون دست درد نکنه فیلم خوبی بود حالا خیلی خوب بود حالا ممکنه ما چون سن سالمون زیاده خیلی چیزایی که شما میگید که شما این چیزا مسائل روز درک نمیکنید بالا رو ممکن ما درک نکنه ولی آقای حاتمی کیا اون شهید فلاحی که تو نشون دادی شهید فلاحی ما نبود گفت چرا گفتم ببین شهید فلایی فرمانده من بوده در سال 56 که من دانشجو بودم تو مرکز پیاده شیراز یک ابرمردی بود برای خودش شهید فلایی توی سوسنگرد رفته بودن شناسایی برای آزاسه سوسنگرد گلوله خمپارو توپ می آمد همه میگن که وقتی گلوله آمد شما بایستی پناه بگیری میگن شهید فلایی خم نمیشد راست راست راه میرم میگفتن آقا خم شو میگفت من تو کشور خودم خم نمیشم دشمن باد خم بشه این یعنی چی؟ فکر میکنی مغزش کار نمیکرد؟ نه یک آموزش بود یک حرکت بود اما شما وردی تو فیلم یاده میگه <applause> بابا این کجا شاید بود؟ من که از اول تاخرش گریه کردم گفتون شاید فلایی ما رو اینجوری نشون میده همین سجاره کیمیا همینطور بود کیمیا که حالا برات بگم بس کیمیا بگم شما حالا شما اینا رو ثبت زد می. من کیمیا یک ساعت و نیم تو تلویزیون صحبت کردن ضبط که همه پخش نکردن یعنی کیمیا رو دادم و تازه میگه یعنی ما تو ایران انقدر بی که دختر 14 سالمون بره تو خط مقدم به جنگه. ای توف به شرف ما که ما مردیم دختر 14 ساله ما رو خط مقدم بعد عراقی‌ها بخوام بگیرنش آقا ما ثابت کردیم دختر ما زن ما گرفتار شده تو خرمشهر ما برای آوردن جنازه شهید دادیم که جنازه در سراغی نیافته ما انقدر بی‌غیرتیم که کی میم خط مقدم میجنگه جنگ. کسی منکر این نیست که خانمای ما خواهران ما زنان ما دختران ما تو جنگ نقش بسیار اساسی داشتن اما جای خودشون خط مقدم چی گفته دختر بره بجنگه اونم در مقابل اونی که من دیدم که چه جنایت هایی کردن چجوری ممکنه هم چیزی چرا این کار میکنن من فکر کنم یه مقدار هماهنگی باید باشه بین کسایی که سینماگرا تایید کنند. آقا اینا اصلا حرف میزنی که اصلا اعدام نمیکنن که که اصلا اینقدر با مقامشون برای تعویض نمیذارن. همین مشکل هم یعنی شما حالا یه صحبتی کردید من واقعا دلم درد هم اومد. نه خودت خودت شما غیرت داری که مثلا خودت خواهر خودت نه یه دختری از اون شهر دور ایران تو خط مقدم باشه تو نمیری قش بنز بگی میگی من مردم مگه درسته به قانون مرده اصلا غیرت مرده شرف مرده انسانیت مرده ایرانی مرده که همین چه اتفاقی بیفته که شرف و ناموسش دست دسترس دست دست دشمن باشه واقعا این تو نیست والله یه جایی تو تلویزیون چندی پیش یه کسی رو آوردن اسمش یادم رفت شاید این بچه‌ها بدونن نشوندن گفتن که تا چند سال پیش تا چند سال پیش که الان چند سال از جنگ گذشته سی سال گذشته دیگه گفت تا چند سال پیش یعنی پنج سال پیش امریکایی ها و نیروهای فرامنطقهی توی خلیج فارس تو آبهای داخلی ما هم اومدن تو آبهای سرزمین ما هم می اومدن و کتی جرودارشون نبود این مال چند ماه پیشه کنم سه چهار ماه پیشه که من خودم شخصا به عنوان یک کسی که درگیر این قضیه بودم خیلی به برخورد و اصلا انتظار نداشتم از سیمای ما که یه چین حرفی بزنه و کسی بیاد تو برنامه زنده این حرف رو مطرح کنه چون یک سرشکستگی بزرگی برای همه ما بود و کل خانواده شهید و جانباز و آزاده و پیشکسوت همه رو زیر سال برد و من قانونی شکایت کردم برای رئیس صدا سیما نامه نوشتم پیگیری کردیم این بچه های ما توی عقیدتی دنبال کردن هیچ کم جواب ما رو نداد این معلومه که یه چیزی پشت پرده است تو خود سیستم صدا و سیما حالا این میتونه حرف من به این آقای علی عسکری هم بگید به این دلیل که ما روز دوم جنگ سابقه داریم سابقه رسمی داریم یک اعلامیه صادر کردیم در عرصه دریا که کشورهای مختلف یا ناوهای مختلف و کشورهای کشتی مختلف در دریا عبور و برو مرور دارن اطلاعیت داخلی نیست بین المللی است ما اطلاعی بین المللی دادیم که خلیج فارس رو نصف کردیم آبهای داخلی که هیچ آبهای سرزمینی و فلات قاره خودمون رو منطقه ممنوع اعلام کردیم و گفتیم اگر کسی وارد این منطقه ممنوع بشود توی نقشه با قرمز معلوم کردیم اگر توی این موزه دفاع مقدس هم برید من تابلوش اونجا زدم و گفتیم تو اعلامیه که اگر کسی وارد منطقه بشود بدون اجازه ما برخورد باش میکنیم و تا پایان دفاع مقدس و تا امروز دشمن اجازه پیدا نکرده و وارد آبای سرزمینی ما بشود این حرفی که اینا تو تلویزیون زدم و پخش شد یعنی همه ما به غیرتیم یعنی همه ما احساس نداریم یعنی همه ما مردیم یعنی همه ای ما مرد رو نمیشناسیم یعنی همه ای ما منافع ملی رو نمیدونیم آخه بی وجدان که نشستی این حرف رو زدی یک حساب نکردی که چقدر آدم ممکنه تو این قضیه درگیری باشه خب این داشته باشیم اول و من خواهش میکنم همهش رو پخش کنید و بگیدم به مسئولین که حداقل اجازه بدن با بیم تو تلویزیون همون نقشه رو بذاریم همون اعلامیه جهانی هم بریم یا اعلامیه جهانیه و در طول جنگ کجاها وارد آبای ها سرزمینی ما شدن و دلال مدرک مشخص دیگه